در این جلسه میریم سراغ نحوه وارد کردن فایل های ورودی یا فوتیج ها به کامپ ها و کار با لایه ها در داخل کامپ ها. بسیار خوب. حالا که با نحوه ورود فایل ها یا المان های گرافیکی به داخل افتر افکت آشنا شدیم و همچنین با نحوه ساخت کامپوزیشن آشنا شدیم، میریم سراغ نحوه وارد کردن این فوتیج ها یا فایل های ورودی به داخل کامپ ها. برای این کار دوباره کامپ ایجاد میکنم با این پریست پال دیوی و زمان 1 دقیقه، روی اوکی کلیک میکنم، اون به عنوان نمونه اسم لیرز رو وارد میکنم. بسیار به این ترتیب یک کامپ خالی ما داریم که در واقع با زدن کلید تاگل ترانسپرنسی گرید میتونیم ببینیم که یک کامپ کاملا خالیه و چیزی در اون قرار نگرفت. برای ورود فایل ها یا فایل های ورودی به افتر افکت به داخل کامپ باز دو روش وجود داره. میتونیم از پنل کامپوزیشن یا تایملاین استفاده کنیم یا در واقع پنل لیرز ها استفاده کنیم. برای این کار به عنوان نمونه من این فایل تورتل رو در واقع داخل کامپوزیشن پنل درگ میکنم، درگ اند دروپ میکنم. اگر این کار انجام بدم وقتی به نقطه مرکزی میرسه در واقع میبینی که استب یا مقید میشه به نقطه مرکزی کامپمون. پس به راحتی به این طریق میشه کامپ فایل مورد نظر خودمون رو وارد کامپ کنیم. میبینی که به تایملاین هم اضافه شد. اما همونطور که مشاهده میکنید ما قسمت خاصی از این فایل رو میبینیم. اگر با اسکرول موس یا وسطی موس کمی به عقب برگردم یا با استفاده از این زوم تولز مگنیفیکیشن ریشیو در واقع به عقب برگردم، ببینید که سایز فایلی که ما وارد کردیم در واقع بزرگتر از سایز کامپمون هست و این کنترلرها کنترل دستگیرهای کنترلی لایه رو ما در واقع در وقتی به حالت 100% هستیم در واقع نمیبینیم. پس میتونیم با اسکرول موس یا با استفاده از این مگنیفیکیشن ریشیو در واقع زوم ویومون رو، زوم کامپوزیشن پنلمون رو مشخص کنیم. بسیار خوب. اگر میدل موس یا وسطی موس رو پایین نگه داریم میتونیم پن در واقع انجام بدیم. پس با وسطی موس هم میشه اگر اسکرول کنیم زوم انجام بدیم و اگر پایین نگه داریم و جابجا کنیم عملیات پن رو انجام میدیم. در واقع در اینجا این پن به وسیله این هند تولز انجام میشه یا اچ که ما میتونیم به وسیله پایین نگه داشتن وسطی موس در واقع این کار انجام بدیم یا با استفاده از شورتکات اچ هند تولز رو فعال کنیم و این کار انجام بشه. بسیار خوب. دوباره وی رو میزنم تا به سلکت تولز بره. بسیار خوب. پس یک راه ورود فایل به داخل پنجره کامپوزیشن این هست که فایل مورد نظر رو درگ کنیم به پانل کامپوزیشن در واقع. اگر فایل دوم رو در حال حاضر درگ کنم به پنجره کامپوزیشن ببینید که ویژگی استفاده از پانل کامپوزیشن این هست که میتونم به راحتی این فایل رو در مکان دلخواه خودم قرار بدم. به عنوان نمونه میتونم این فایل رو در این قسمت قرار بدم، فایل دومی که وارد کردم، یعنی در واقع مکان اون رو از همون ابتدا مشخص کنم. با استفاده از این هندل ها دستگیره های کنترل لایه در واقع میتونیم فایل رو سایزش رو تغییر بدیم. اگر روی این کلیک کنم ببینیم که سایز میتونیم در واقع اون رو ریسایز کنیم توی جهت های مختلف. کنترل زد میزنم توی جهت های مختلف میتونیم اون رو ریسایز کنیم و از این اینفو پنل میبینیم که در واقع سایزی که تغییر دادیم یا اسکیلمون به چه صورت تغییر کرد. اگر به هنگام تغییر سایز شیفت و پایین نگه بدارم، در واقع کلید شیفت و پایین نگه دارم، میبینیم که ریسایز کردم با حفظ نسبت طول و عرض در واقع صورت میگیره و در واقع اسکیل رو این کنار میبینیم که نسبت طول و عرض در واقع به هم مقید میشن و نسبت تغییر نمی کنم نسبت سایز تصویر. با استفاده از در واقع
سلکشن تولز، در حالتی که تو حالت سلکشن تولز باشیم میتونیم روی لایه کلیک کنیم و اونو جابجا کنیم و در واقع جابجایی به وسیله این سلکشن تولز صورت میگیره. اما امکان چرخش هم برای لایه وجود داره. اگر این ابزار روتیت رو در واقع فعال کنم که با استفاده از کلید W فعال میشه، با استفاده از کلید W میتونم روتیشن و در واقع چرخش لایه هم کنترل کنم. میبینید که چرخش لایه در واقع در این قسمت میزان چرخشی که وارد کردیم قابل رویت هستش. پس اگر دوباره V رو بزنم، دوباره ابزار سلکت تولز و با اون میتونم جابجایی صورت بدم و با استفاده از هندل ها هم در واقع میتونم سایز رو تغییر بدم. اما این ویژگی ها در واقع جابجایی، اسکیل یا تغییر ریسایز کردن و روتیشن یا چرخش در داخل متعلقات خود لایه هم وجود داره. اگر این مثلث رو من باز کنم، در اینجا مشاهده میکنید که دو تا آپشن وجود داره، یکی ترانسفورم و دیگری آدیو. در واقع چون اینجا فایل آدیو داریم، فایل ویدیویی هست که همراه صدا هستش، علاوه بر ترانسفورم آدیو وجود داره. اما در فایل عکسی که ما اینجا داریم، در واقع سایز اون هم خیلی بزرگ هست و با استفاده از شیفت و هندل کنترل ها میتونم اونو کوچیک کنم. اگر این مثلث اینو در واقع کلیک کنم، فقط ترانسفورم داره. پس این آپشن ها میتونه با اضافه کردن آدیو، افکت های مختلف و ماسک و شیپ های مختلف در واقع به تعداد این آپشن ها اضافه بشه. اما تمام لایه هایی که وارد کامپوزیشن میشن در واقع دارای ترانسفورم، آپشن ترانسفورم هستن. اگر آپشن ترانسفورم رو در واقع باز کنیم، آپشن ترانسفورم لایه بالایی رو باز کنیم، میبینیم که همون اتفاقی که در واقع در اون قسمت میفتاد، در واقع اسکیل نسبت یا سایز تصویر، روتیشنی که اعمال کردیم با استفاده از W و میبینیم که روتیشن تغییر میکنه. سایز هم میبینید که با اسکیل در واقع متصل هستش و جابجایی که به پوزیشن متصل است، جابجایی نسبت به محور ایکس و وای که میبینید در اگر چپ به راست در واقع حرکت کنه محور ایکس تغییر میکنه و اگر بالا پایین محور وای. مبدأ مختصر یا شروع یا نقطه شروع مختصر در واقع نقطه بالای کامپ هستش. اگر این مقدار صفر و صفر رو وارد کنم، میبینیم که نقطه مرکزی در مبدأ مختصات قرار میگیره. پس مبدأ مختصات در واقع این نقطه هستش که اگر که با جابجا کردن اون دیگه تغییرات نسبت به اون نقطه صورت میگیره. پس پوزیشن به این ترتیب قابل دسترسه. ما میتونیم روی هر کدوم از این کانال ها کلیک کنیم و فقط جابجایی رو در اون کانال داشته باشیم. در مورد اسکیل یک حالت زنجیر وجود داره که به ما میگه که x و y یا سایز، تغییر سایز در محور x و y به هم متصل است. الان اگر روی هر کدوم از اینها کلیک کنم، به نسبت هم در واقع تغییر میکنن. من میتونم این قفل رو باز کنم یا این زنجیر رو باز کنم تا بتونم توی یه جهت خاص در واقع اسکیل مورد نظر خودم رو داشته باشم. بسیار خوب، ما میتونیم اینا رو سیف کنیم. اگر روتیشن رو سیف کنم، چرخشش سیف میشه و اسکیل 100 در واقع مقدار ابتدایی. و اگر روی اینها راست کلیک کنم و اجازه بدیم کمی این پانل رو بازتر کنم تا منو دیده بشه، اگر روی این راست کلیک کنم، حالت ریسیت وجود داره. در واقع در منوی راست کلیک ریسیت وجود داره که برمیگرده اینو به مقدار اولیه. اگر من این هر تغییر بدم، با ریست به مقدار اولیه خودش باز میگرده. بسیار خوب، و پوزیشن هم به همین ترتیب من میتونم ریست رو در مورد این هم بزنم تا به محل ابتدایی خودش در واقع برگرده. علاوه بر پوزیشن، اسکیل و روتیشن، میبینیم که تمام این جابجایی هایی که ما اعمال میکنیم در واقع نسبت به این نقطه مرکزی است. مثلا اگر ما بخوایم چرخش نسبت به نقطه دیگه توی این لایه صورت بگیره، ما باید نقطه مرکزی اونو تغییر بدیم. با استفاده از ابزار پن بیهایند که با وای فعال میشه، میتونیم نقطه مرکزی رو در واقع جابجا کنیم.
با جابجا کردن نقطه مرکزی دیگه نقطه مرکزی نیست، در واقع این نقطه اتکا هستش. میتونیم نقطه اتکا رو در این قسمت قرار بدیم و اگر دوباره W رو بزنیم میبینیم که چرخش نسبت به اون نقطه صورت میگیره، یا اسکیل نسبت به اون نقطه. اگر V رو بزنم و با استفاده از این هندل ها تغییر بدم میبینیم که در واقع ریسایز کردن نسبت به اون نقطه جدید صورت میگیره. پس با استفاده از Y و پن بیهایند میتونم نقطه اتکا یا مرکز رو تغییر بدم. این انکر پوینت در واقع محل قرار گرفتن این نقطه اتکا هستش که برای همه لایه ها به صورت پیشفرض وجود داره. علاوه بر انکر پوینت، پس با تمام اینا آشنا شدم. انکر پوینت در واقع محل نقطه مرکزی، پوزیشن مکان لایه‌مون با توجه به مبدأ مختصات کامپ، اسکیل سایزمون با توجه به نقطه مرکزی، روتیشن هم به همین صورت، سایز روتیشن هم به همین صورت در واقع نسبت به مرکز یا نقطه مرکزی که در واقع با جابجایی نقطه مرکزی لایه به جای دیگه در واقع با نقطه مرکزی روبرو نیستیم و با نقطه اتکا روبرو هستیم. و میبینیم که با تمام اینا آشنا شدیم. علاوه بر اینها المان دیگه هم وجود داره، یا آپشن دیگه هم وجود داره که اپاسیتی است. اپاسیتی در واقع پشتنمایی لایه است. با استفاده از اپاسیتی میتونیم میزان محو شدن لایه رو مشخص کنیم که بین 0 تا 100 تغییر میکنه. اولویت لایه ها در افتر افکت مثل فتوشاپ، در واقع لایه های بالاتر ابتدا دیده میشن و لایه های پایین تر بعد از اون. بسیار خوب، پس به این ترتیب با تمام آپشن ها آشنا شدیم. اگر ریسیت رو بزنم در واقع به حالت اول برمیگرده. پس با نحوه وارد کردن فایل با استفاده از کامپوزیشن پانل آشنا شدیم. به این ترتیب که در واقع اگر من این لایه ها رو پاک کنم ببینیم که با وارد کردن میتونم خیلی راحت در همون ابتدا مکان فایلم رو مشخص کنم. اما راه دیگه برای وارد کردن فایل های ورودی به داخل کام وجود داره و اون استفاده از تایملاین یا لیر پانله. اگر ویژگی استفاده از این روش این هستش که میتونم اولویت فایل ها رو در واقع اولویت و زمان اون رو مشخص کنم. به این ترتیب اگر فایل رو در قسمت در داخل تایملاین قرار بدم میبینید که دیگه روی مکان قرار گرفتن اون کنترل نداریم و فایل پیشفرض در مرکز قرار میگیره. یعنی بلاواسطه فایل وارد کامپ میشه، فایل مورد نظر در مرکز کامپ قرار میگیره. اگر این تایتل اکشن سیف رو روشن کنم میبینید که دقیقا در مرکز کامپ قرار گرفته. اما لایه بعدی که وارد میکنم و میتونم میبینید که یه خط سیاه در واقع میاد و مشخص میکنه این لایه در زیر لایه جدید قرار میگیره یا در بالای اون. پس میتونم اولویت بندی اون رو تغییر بدم. اما در روش قبلی این اولویت بندی وجود نداشت و فایلی که وارد میکردیم توی پنل کامپوزیشن در واقع همیشه روی لایه قبلی قرار میگیره. در واقع میبینی که همیشه روی لایه قبلی قرار میگیره. پس میتونم اولویت اون رو مشخص کنم یا همچنین میتونم در این قسمت زمان شروع شدن یا زمان نمایش فایل رو مشخص کنم. اگر اینو در ثانیه 1 قرار بدم یا در ثانیه 5 قرار بدم اینه که در واقع بلافاصله بعد از وارد شدن فایل در واقع این لایه از ثانیه 5 به نمایش در میاد. پس این دوتا ویژگی برای این روش وجود داره که میتونم اولویت رو مشخص کنم یا زمان شروع فایل رو در واقع مشخص کنم. با استفاده از اسکرول موس یا مسطی موس میتونیم در این پانل هم در واقع و با استفاده از آلت و اسکرول موس، آلت رو اگر پایین نگه داریم و اسکرول موس میتونیم در این پانل در واقع زوم کنیم. و با استفاده از تایم نویگیتور در واقع میتونیم در محیط کامپ و در زمان کامپ جابجا بشیم و به زمان دلخواه خودمون بریم با تمرکز بیشتر. پس به این ترتیب در واقع مشخص کردیم که لایه نور که در اینجا داریم از ثانیه 5 شروع به نمایش بشه.
اگر این رو جابجا کنم و شیفت رو پایین نگه دارم، اینو که میچسبه در واقع به این تایم اسلایدرمون یا این نمایش دهنده زمانمون. نمایش دهنده زمان در واقع زمان کامپ رو مشخص میکنه. اگر اون رو در هر جای قرار بدیم با استفاده از پایین نگه داشتن شیفت و کلیک کردن یا جابجا کردن لایه میتونیم اینو بچسبونیم به این. اگر شیفت رو پایین نگه نداریم در واقع نمیچسبه به تایم اسلایدر یا اندیکاتورمون نمایش دهنده زمان. در ادامه بیشتر با المان‌های موجود در پانل تایملاین آشنا میشیم.